آسیه، از زهرمان خان چیزی شنیدی؟ والا میگن از همون اول کار واسه اسم و رسم و نظر و عنایت بزرگون حاضر بوده دست به هر کاری بزنه. از آفتابه کشی برای این شازده اون شازده بگیر تا اینکه از این شهر به اون شهر بچرخه و یه سیاه چشمونی پیدا بکنم ببره به اندرونی شاه. بله بیهی راست نمیگن یه نفر رو زنده زنده انداخته تو دیگه آب جوش به خاطر اینکه به موقع بلند نشده جلوی پاش؟ نمیتونم والا، منم همه اینا رو شنیدم. فقط میدونم که سر قضیه یه قساوت آبنبار زبانزد عام و خاصه، مثل اینکه سر سیاه زمستون یه عده آدم لخت و اور و بی آب و غذا بدبخت بیچارا رو حبس میکنه تو آبنبار، بعد 13 روز فقط یه نوجوان زنده میمونه، همه شون هلاک میشن. حالا دخترا، دلیله از یکی از تفنگچی ها که قبلا زیر دست زهرمارخان بوده شنیده که آدم ها رو زنده زنده پوستشون رو قلفتی میکنده، از کاه پر میکرددشون، میفرستاده برای کس و کارشون. تازه یکی دیگه هم گفتش که سر اونایی رو که میبریده مثل سر بز و قوچ که خشک میکنن، خشک میکرده آویزو میکرده به در و دیوار خونش. خدا بابا اون دیگه آدم نیست، اون قول بیابونیه بی پدر. بسه دیگه، صفو رو دارم گوشت خورد میکنم، حالم به هم. پش بسه، به کارتون برسه. خیلی ببخشید میرزا، میشه یه چیزی بپرسم؟ چرا شما با شنیدن اسم زهرمارخان به خدا پناه بردین؟ زهرمارخان یه کینه خیلی قدیمی با تقیخان داره. سر این موضوع تو تهران هم شرط بستن که بالاخره زهرشو به تقیخان میزنه. ببخشید، با این چیزایی که ما شنیدیم این خیلی خطرناک و وحشیه. پاش برسه به امارت، هنوز عرق راش خوش نشده، تقیخانو که مسله میکنه. زهرمارخان کینش مثل نیش عقرب میمونه، دوست و دشمنم نمیشناسه. من میترسم پاش برسه اینجا هیچکی از این شش در امان نمونه. بعدیش مایی. خدا نکنه نال بشی تو، ما سید بدم دارم. بابا نال بشیم چیه؟ حقیقته، جونمه. بس کن دیگه تو هم. چی میگی بابا؟ تو چرا برنجا رو اینجوری میکنی؟ همه برنجا رو خورد کردی. آسیه جلوی این بچه رو بگیر دیگه. دومین بار بریدی؟ این دومین بار. آخه این مختلفه. چی بکنم؟ چی بکنم؟ این خدا رو بده کنار. از این آن و از این لحظه نه کسی حق ورود به اینجا رو داره و نه قرار خورد و خوراکی از این در بره داخل. نه یک کف دست نون سیاه و نه یه دونه ارزن، هیچی به هیچی. هر کس هم نادیده بگیره این حکم و این فرمان رو، جلوی همین گرمامه به چهار میخ میکشمش تا این هو این تقی ملعون هلاک بشه. جا و مکان تقیخان رو پیدا کردی؟ هنوز توی گرما به نگهش میدارن. من امید دارم که امشب کارو تموم کنیم، فردا صبح رهسوار بشیم بریم. عجله کار شیطونه امشب هم نشد نشده، فقط کار باید طبق نقشه پیش بره. شازده موفق همین کار رو بخواد بی سر و صدا انجام بشه. بالاخره کشتنه، کثیفی داره، خون ریزی داره، نمیشه که. حالی نیست حشمت، اگه قرار بود این کار با جنجال و حیاهو باشه به من و تو نمیسپردنش که. شازده موفق هم نمیخواد زن طاووس و ملوک به سمت اون بره. میدونی طاووس اگر کینه کنه اون سر دنیام که بری پیدات میکنه زهرشو میریزه. نمیخوام من و تو گوشت و قربون این معامله بشیم. چشم، هرچی شما هم کنید. فقط حواظت جمع کن، سر و گوش آب بده.
میخوام کار بی سر و صدا انجام بشه. فقط ببین، نمیخوام دقیقان خیلی زج بکشه. من سر طفلش زیاد بون رنگ خوردم. برو. این ماهی رو نگاه کن گلی، یه بار بیشتر بهت توضیح نمیدم. شکمشو باز میکنی میشوریش، بعد همه جاشو برمیداری نمک میزنی، داخل شکمشو بیرونشو، که تا شب عید فاسد نشه. از تو دهنش یه دونه نخرد میکنی، اینو سر به تا آویزونش میکنی از داخل انبار. قبلش توی انباری یه آتیش روشن میکنی، در انبار رو میبندی، قشنگی ماهی ها خوش بشه. چیه باز؟ چه خبره؟ هیچی، مگه باید خبری باشه آدم پاشو زیر این سقف میذاره؟ خیر باشه ایشالله، با این ریخت و قیافهی که تو داری حتما یه خبر مهم میشه نفتی. خب هر خبریه که نمیشه گفت، بعدم گفتن که جای بازگو نشه. خب عقل کن، گفتن بهت بازگو نشه که به گوش کسی نرسه، کسی هم استنتاقت نکنه. بعدم ما دیگه تو رو استنتاق نمی کردیم، دهن به دهن میچرخید به گوش ما میرسید. بعدم این دخترها رو میبینی؟ اینا گوشاشون میشنوه اما قفل زبونشون. بی اذن میرزا رضا و من باز نمیشه ها، حواست جمع باشه تو، خیالت هم راحت راحت. ببین هر خبری داری بگو، ما اصلا بی کسی چیزی نمیگیم. بعدم ببینم خبر تو اصلا چقدر میارزه. اونقدر میارزه که سرش دعواست بین بزرگون. یعنی کلی سکه؟ یعنی کلی خبر. واقعا؟ بله، سرنوشت تقی‌خان داره به جاهای باریک میرسه، کم کم حیاتش قطع میشه، اموالش ضبط میشه. اصلا دعوای بزرگون سر همین قضیه است. پس حکمن اومدن نماینده حاکم و راه افتادن این زهر مرخان تا اینجا یه دلیل و حکمتی داشته. دور از جون حاضرین این جماعت جمع شدن واسه مرده خوری، میخوان ببینن تقی خان کی سرشو میذاره زمین میمیره که ببینن چی بهشون میرسه. بله، شاید همون دیروز تقی خانو کشتن ولی صداشو در نیاوردن. راست میگه. الله اعلم. ای بابا چی کار میکنی تو دختر؟ یه ظرف بهت دادم نمک کنی، اون وقت میخوای برای من ماهی دودی درست کنی؟ ببخشید. نمیخواد. برو دست رو تو یه آب بزن بیا با هم بریم. اصلا انقدر حرف میزنید نفهمیدم برای چی اومده بودم اینجا. شازده فرمودن گلی آب دستشه بذاره زمین برسه خدمتشون. شازده؟ گلی؟ مطمئنی دختر؟ خیر باشه گلی خانم. الله اکبر. نمیدونم این گلی کیه و به چه قصد و نیتی اومده اینجا، ولی از همون اولش معلوم بود عین ما بدبخت بیچاره نیست. به جون خودم این دختره یه ریگی به کفششه. حالا ببین کی گفتم. چیکار میکنه؟ من که از اولش گفتم این دختر یه ریگ به کفش داره. اون از میرزا رضا مسیب ندید بدید که خام ریخت و قیافه مظلومش شدن. اینم از شازده که الان که دستش از حوری و پریای تهرون کوتاه شده قنایت پیشه کرده به گلی که چشم و گوشش میجنبه. خوبه
تو هم باید مفتشی استنتاقچی چیز میشدی یا نه من این مطبخه نمی از مور قاشی از این روبان خناس خدا به داده الباقی مردا برسه صفی و دوله توفنگچی ها کشیکچی ها او چاوش خان ببین زاده نشده کسی که جرأت کنه پا پیش بذاره نزدیک چاوش خان بشه وگرنه خودم با دستای خودم گیساشو میبرم سرگین اسب و قاطر میمالم جاش حالا میخواد این پاچه ورمانده گلی باشه یا هر ضعیفه دیگه شیرفهم شدی؟ آصف ازم خواست یه معجون درست کنم که بی رد و نشون قاسم خانو بکشه اما الان واسه اون نیست که اینجا الان مسئله سر بود و نبود خان باباست یه آدمی به نام زهرمار خان تو راهه یه کسی که آصف واسه عذاب بیشتر پدر من احضارش کرده یا جد سادان چی کار کنیم؟ ببین فیروزه الان آب دستمونه باید بذاریم زمین و قبل از اینکه این زهرمار خان وارد زندگیمون بشه پدر منو نجات بدیم چقدر فرصت داریم الان؟ هیچی هیچ فرصتی نداریم تا الانم کلی فرصت سوزوندیم همش این دست اون دست کردیم تو باید بری سراغ اسماعیل و هر کس دیگه ای که توی این شرایط میتونیم بهش اعتماد کنیم میرزا رضا به اون میتونیم اعتماد کنیم؟ این میرزا رضا همیشه منو سردرگم میکنه من هنوز که هنوزه نمیدونم این آدم موضعش چیه هنوز نمیدونم با ماست یا علیه ماست چیز دیگه ای هست که فکرتو مشغول کرده؟ چی؟ آصف عکسم هم داره عکس تو؟ خودم توی خنزر پنزرهای میزش پیدا کردم وای. یعنی الان میشناستت که گلناری؟ نمیدونم یه احتمال به خاطر توفیر پوششی که دارم هنوز نمیدونه من اون عکس یکی هستیم که اگه میدونست تا الان هزار باره کارمو ساخته بود شاید هم الان به این وقوف رسیده و داره باهات بازی موش گربه را میندازه حتی اگر اینجوری باشه دیگه مهم نیست مهمه با اون عکس نمیتونی الان بری امارت اصلا به صلاحت نیست اگه آصف میخواد بازی را بندازه بذار را بندازه بچرخه تا بچرخیم به محض برگشتن به امارت ماوقه رو برای اسماعیل مکتوب کردم و اونو در جریان تصمیمم قرار دادم حالا که علی ظاهر قرار بود این قوم و ظالمین امارت رو تبدیل به پایگاه و مرکز طرح و نقشه سیاهشون بکنن باید اینجا رو براشون تبدیل به جهنم میکردم پس چاره ای نداشتم جز اینکه از میون همین جماعت عمله و ندیمه یه عده یار و یاور امین و مؤمن دست و پا کنم توی مکتوب هم از اسماعیل خواستم بیرون امارت از بین جوونا و اهالی همون حوالی گروهی تفنگچی برای روز موعود تربیت و سازماندهی کنه میترسم این قاسم با انداز و راپورت چی شازده مفخم از آب در بیاد اونم که اصلا چشه دیدن ما رو نداره دست بر کاری میزنه تا ما زمین گرشیم این اسماعیل گور به گور شده هم فکر کنم آدم مفخمی که اینجوری شده سوهان روح من از ابتداشون خب تو خطای خود طاووس الملوک بود که مردی که یه حسود مفخم رو در جریان امور قرار داد برای چه بخواییم چه نخواییم رقیبه اگه قراره
مظفرالدین شاه سلطنت خلع بشه و تاج شاهی رو سر شما قرار بگیره، تا رسیدن لحظه موعود باید همه چی در خفا برگزار میشد. نه ایان، خراب شد کجه، باید اینجوری میشد، باید اونجوری میشد. شما باید یه کاری میکردی، شما الان باید تر و برنامه داشته باشی، به جای اینکه بشینی پیش کس و ناکس لاف از تفکر و تعقل و تدبیر خودت حرف میزنی. برای امروز چه کار داری میکنی؟ برای امروز چه برنامه داری؟ برای اسماعیل، مرده یا زندش، صد اشرفی جایزه گذاشتم. آن با این مزنه نزدیکترین دوستات تبدیل به دشمنت میشن. اسمایلو میگیریم تو مشتمونه. خوب شد صفی، دست مریضا صفی. ماما در مورد این دختری وز وزو فیروزه چقدر متنفرم ازش، داره به جای خوبی میرسه. اگر از گلنار خبری داشته باشه ریپورتشو به ما میده. عذر تقصیر شازده، این حجم از فشاری که روی تقیه خارج از حد توانشه. اگر اتفاق ناخوشایندی براش بیفته دسترسی ما رو به مکتوب سخت میکنم. مادامی که تقی نگه چه کسی اونو از اینجا فراری داده، در رو همین پاشنه میچرخه. یه کفه دست نون سیاه، یه پیاله آب گرم به همین، تمام. فشار رو از روی تقی بردارید شازده. ور نمیداریم آقا، ور نمیداریم، فشار رو بیشتر میکنیم که ورش نمیداریم. شک نکن، گرسنگی قفل دهان تقی رو باز میکنه و دیگه نه احتیاج به زهر مار هست نه به جستن گلنار. امورات داخل رو به شما سپردیم، امورات زندان رو بذار بر مدار دل ما به چرخه. بفرمایید. عالی شد صفی. عالی شد صفی. فیروزه هم مثل من و الباقی آدمایی که وسط این قصه گیر و گرفتار شده بودیم، از عرش تا فرش با اون فیروزه سرخوش و بی تدبیر و سر به هوای سابق توفیر کرده بود. توی لحظاتی که میر شکار ازش خواسته بود اون مکتوب رو به دست من برسونه، دوچار شک و دودلی شده بود. فیروز ملتفت بود که اون چند خط میتونه اوضاع من و اوضاع خیلی های دیگر رو بغرنجتر و پیچیده تر از اینی که هست بکنه و همین امر بود که باعث تردیدش بود. من که کاری نکردم. افتار ظریف را بیافت.
تو یا خیلی میفهمی یا عقل به سرت نیست. حد وسط نداری. حد وسط میدونی یعنی چی؟ حد وسط این که به خاطر هیچ پوچی آرامش یکی دیگه جون خودتو به باد ندی. اینقدرم شاق نیستی که بتونی گلنار رو پشت خودت قایم کنی. بگو، حرف بزن، حرف بزن، باید برو. اینه گنجشک بال بزن، برو. فیروزه، با دم شیر بازی نکن. نمیدونی کجای ماجرا وایستادی، نمیدونی. بگو خلاص، خلاص. اردشیر، اگر مغر اومد که جای گلنار کجاست یا تو کدوم سوراخ سنبه قایم شده، بلش کن بره. اگه صبح بشه مغر نیاد بیارش تو امارت، بعد مثل سگ جلوی چشم همه با یه تیر خلاصش کن، مثل سگ. چشم آقا. با وجود همه اون بگیر و ببند و دور شو کور شویی که آصف و دار و دستش دور و اطراف خان بابا راه انداخته بودن تا اون با احدی مراوده نداشته باشه، من نمیتونستم آروم و قرار بگیرم و یه گوشه بشینم و دست رو دست بذارم. نمیتونستم ببینم پدرم توی عمارت خودمون وسط اون همه نعمت گرسنگی و تشنگی تحمل کنه و به سمت بیماری و ضعف بره. مرگ یه بار، شیونگ یه بار. با خودم میگفتم از سیاهی بالاتر که رنگی نیست. یقیناً اون ایام هیچ چیز سیاه‌تر و تاریک‌تر از تصور از دست دادن پدر برام وجود نداشت. دیگه کار خبرچینیتون به جایی رسیده تا دم اتاق منم میاد. یک کاری باز بکنم که آسمون به حالت خون بباره. رحم کنین حضرت والا، اشتباه متوجه شد. به خدا قصد من جاسوسی نبود. اگه میشه اول به حرف و کلمه من گوش بدین، بعد اگه واجب شد منو تنبیه کنین. به خدا میخواستم راجع به فیروزه و رابطش با گلنار بگم. چیزی بگو بابت جسارتت گله حرومت نکنم. اگه به من فرصت بدین به عرضتون میرسونم که اون کسی که عامل اصلی گلنار تو این عمارت هست کیه. کیه؟ گلیه.
از کجا میدونی؟ من خیلی وقته که خبرچین صفیه دوله هستم و به امر ایشون همه اهالی مطبخ و عمارت زیر نظر منن. به خاطر همین شک ندارم اون کسی که دنبالش هستیم گلیه. دست اونه که تو دست گل ناره. یه سری ندیمرم همراه خودش کرده. دلیل و مدرکت واسه این اتهام چیه؟ مدرکم اوزاره قلمیه که گلی پنهانی خلاف دستور شما با دستلافی که از گلنار گرفته پخته و به دست تقیخان رسونده. شک نکنین اگر سررشته گلی رو بگیرین به گلنار میرسین. ای غیر از این باشه چی؟ اگه شک دارین تشریف ببرین گرمابه با چشمای خودتون دستپخت گلی رو ببینین. در ضمن سکه هایی هم که گلنار عنایت کرده به گلی یه احتمال تای کیسش باید باشه. اگرم من اشتباه کردم گردن من از مو باریک داره، اون وقت امر شماست. اگر اونچه که میگی صحت داشته باشه و من دستم به خائن برسه، بهت قول میدم اونم کنار فیروزه فردا صبح سرش میره بالای دار. تو هم یه مشتگانی خوب داری. چی شده؟ فیروزه چی؟ اینو گرفتار شاسته شد. میخواب با کجن
باید یک کاری بکنی که بشی قهرمان این آدم ها. اینجا شده محل دسیسه. شما چی میدونین؟ من اینجا دنبال یه دختر متجاسر متخاصم میگردم که از دست گلنار دست لاف گرفته تا برای تقی ملعون خارج از دستور و وعدش خوراک بپزه و ببره. شازه ازت استفاده میکنه، بعد مثل یک کهنه دستمال کثیف پرتت میکنه بیرون. این ولایت اگه چهار تا فقط 4 تا جوون نترس مثل اسماعیل داشت، سرنوشت پدر من این نبود که الان هست. زهر برای چی؟ میخواد آصفو بکشه. پخت اون خوراک و بردنش به محبس واسه زندونی کار من.